علیگر زرودی. علیگر زرودی با دومنده قرمز از ستارگان ساری. و امیر محمد یزدانی با دومنده آبی از تیم انبوستادان هوتم. داور وسط آقای رضا علی اصغری، داور گیلانی مبارزه رو قضاوت میکنند. پنج پیروزی تیم هوتم کسب کرد. امیر محمد یزدانی مردی که سال گذشته موفق شد نایب قهرمان بزرگ سالان جهان بشه، قهرمان امیدهای آسیا و قهرمان آسیا شده. حالا ببینیم که در مقابل این کشتیگیر چه خواهد کرد. امام زرودی تقاضا اخطار برای زرودی، تذکر رسمی داده میشه بود. پر دیگه در تلاش هست اون که بتونه دیگه خودشو به اجرا بذاره. زیرهای دو خمه برقاسایی میگیره این امیر محمدی یزدانی. اون صبح هم زیرش بسیار عالی بود در مقابل یگانه جعفری. با یک پر دیگه زیرگیری میکنه و خاک میکنه، دو امتیاز میگیره. وقتی به پا میرسه، بله ببینیم که یک اخطار هم به اون میدن، دو امتیاز دادن، اخطار ادامه کار در خاک. میره برای جفن برانداز، چون خطا دارن یه برانداز اجرا میکنه. برانداز بعدی دو برانداز پی در پی راکاشی رو هفت بر صفر میکنه. هفت بر صفر نفه امیر محمد یزدانی این پیروزی رو موفق بشه پیروز بشه این با این پیروزی میتونه دیگه سومی تیم انبوستادان هوتن رو هم تثبیت کنه. پنج پیروزی کسب کردن، یه پیروزی دیگه نیاز دارن که شش پیروزی دیگه. حالا یک بار دیگه به برای فن دستور، فن دستور رو به اجرا بذاره. خب تماشاگران بلیز تاکستان از هم اکنون تیمشون رو دارن تشبیه میکنن با تیم بانک شهر. کاشی خواهند گرفت. فینال هفت شب و شبکه سه رقابت ها به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. سه امتیاز دیگه بگیره کار تمام خواهد شد. امیر محمد یزدانی سرعت خیره کننده ای داره و ما رو یاد زیرگیری عباس هاش کناره ای میدازه و حملات برقاسای امام علی حبیبی که در دوران خودش سر تنی کشتیگیر بود. امام علی حبیبی در همین سالن کشتی گرفته. ببر مازندران مردان بزرگی راه پرواز به قله قهرمانی رو از همین سالن آموختند. باسم دستر شاخ در تلاش هست اینکه بتونه زیدی خودشو به اجرا بذاره. وقتی سیستان استر فرا میرسه در نظر مربیان خودشون آقای کومین قاسمی و دیگر مربیان زحمت کشه آقای قبادی و علیزاده و محمدیان و بوداغی. اینجا یک لحظه این به چه شکل موفق میشه خاک کنه حریف خودشو. و بازم در هفت بر صفر بازم در سرشاخ سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. امیر محمدی یزدانی زیرگیری‌های برق‌آسا و تکنیکی خودش رو به اجرا بذاره و قوس میکنه. زرودی هم ایزده کار به اون نمیده. یک بار دیگه زرودی در تلاش هست که او هم
برای توی اقدام بکنه زیر دو خم و اینجا پای رو با توی خارج میکنه و موفق میشه از امتیاز بگیره، یک امتیاز میگیره. حالا ببینیم که نظرش اخطار هم داشته، کاش یه با دیگه کاشیشو بگیر اصلا به داور چک چونه نزنه، چون این نمیتونه زیاد جالب باشه. مربیشه که بدون از فکری روح روانشو به هم میریزه. به دنباله یه دو امتیاز دیگه بگیره، خیلی بازم سرودی در تلاش هست اینکه بتونه زیگیر خودشو بهش را بذاره، ناموفق از کار به اون نمیده، میدن زیگیر کتفان عرفی خودش زرودی اصلا اونجا سعی میکنه بسکشو بهش را بذاره یا سربند و پی که هر دو رایج هست. یک بار دیگه میره پیچ کمر زرودی، باز هم ناموفق و نمیتونه نتیجه ای بگیره. به دنباله گرفتن زیر ناموفقه. یک بار دیگه در ضروری در تلاش هست که بتونه نزدیک بشه به حریف زیگیر خودشو به اجرا بذاره. یک یورش باز هم ناموفقه. 45 ثانیه وقت باقی مونده. امیر محمد یزدانی در کمینه که گارد در حریف باز بشه و زیگیر خودشو به اجرا بذاره، میره زیر کتفان حریف خودش، ناموفقه. به دنبال زیرگیری یورش میبره یکی دو بار و اینجا در تلاش شدیم که بتونه فنون بالا رو پیچ کمر از بالا بزنه و را سعی کردن مهار میکنه. 15 ثانیه، 15 ثانیه با پیروزی فاصله داره امیر محمدی یزدانی و تثبیت شده مرزی گرد مچ پا یه لحظه اقدام کرد پرو لمس کرد. 5 ثانیه وقت بیشتر باقی نموده، شمارش معکوسی میشمارن، وقت به اتمام میرسه. موفق بشه 8-0 ضروری رو شکست بده، ششمین پیروزی و مقام سومی تیم خوتن.